تسلیت در گذشت خواهر عزیزمان شیرزن مجاهد حمیده طاعتی در مورد گروگانگیری که شغل پرمنفعت رژیم است درباره دو دادگاه و محکومیت ها در خصوص دستاوردهای روزافزون و چشمگیر کانونهای شورشی در رابطه با اعتصابات و اعتراضات داخل و خارج ایران دستی گفته شده و داد سخن رفته. میخواهم به مقوله پاسخ بپردازم، رهبریت و پاسخ به ضرورت را به خاطر هم مراجعه میکنم. قریب 50 سال قبل در بازگشت به ایران، وقتی که برای اولین بار برای ملاقات با مادرم به زندان ادین، آنجایی که بهترین عزیزمان در بود رفتیم، جلو درب مدتها در صف طولانی ملاقات با ساکی از کتاب و میوه و خوراکی ایستادیم. وقتی نوبت من شد، بعد از گذشتن مادرم از در به درون، در لحظه‌ای که یک پایم از دروازه گذشته بود، یک باره به عقب کشیده شده، جلو در نقش زمین شدم و دستهایم از پشت گرفته شد و ساک ولو. هاج و هاج و گیج که شنیدم یک نفر لباس شخصی از اندکی آن طرفتر فریاد زد: نه، نه، اونو ولش کن. آزاد شدم، ساک رو برداشتم، داخل شدم. برای آنهایی که نمیدانند و ندیدند تصویر میکنم. هر آنچه برده بودیم را از ما گرفتند و گفتند به زندانی میرسانند. قالب کره و پنیر را دیدم که پاره پاره میکردند و دنبال پیام و گم شده ها. ما را به پشت میله‌هایی بردن که پشت ما یک مأمور و جلو ما آن طرف میله‌ها مأمور دیگر، به فاصله 2 متر میله‌های دیگر. صبر و صبر تا بالاخره با خواندن نام‌ها زندانی عزیزمان آن طرف میله‌ها با 2 مأمور، یکی این طرف میله‌ها و دیگری هم پشت سر او. همه ملاقاتی‌ها در صف با عزیزانشان با فریاد صحبت می‌کردند، با 4 گوش و چشم در دوران و نوتگیر. خیلی ها از من خواسته بودند که بگویم خسته نشدی؟ نمی‌خوای بیای این طرف؟ پاسخ نخیر، جای ما خوب است، شما تشریف بیاورید این طرف. من که با جان و دل و خانواده ای آن طرفی بودم، نمی دانستم چطور می شود و آن طرف راهی شد. بگذاریم، بالاخره با سختی بسیار بعد از 7-8 ماه توانستم برای ادامه تحصیلم از کشور خارج شدم. از آن روز تا به حال هر وقت به این فکر می کنم که در این مبارزه طولانی و کمرشکن با شاه و شیخ، با آن همه مصائب، مشکلات، سختی ها، قیمت دادن ها که جزئیات آن مثنوی 70 من کاغذ شود، می گذرم. چطور می شود که همه مجاهدین خندان و پرجوش و خروش بدون خم به ابرو آوردن در این راه مبارزه ثابت قدم و هوشیار مشغولند؟ به این نتیجه رسیدم که آری، پاسخ. در زندگی نباید واکنش نشان داد، بلکه باید پاسخ داد. واکنش ها همه غریزی هستند، در حالی که پاسخ ها همراه با تفکرند. این مفهوم مهمی در فهم زندگی است. آدمی که خوشحال است به این خاطر نیست که همه چیز
در زندگیش درست است. او به این خاطر خوشحال است که دیدگاهش و پاسخش نسبت به مسائل درست است. آری، این رهبریت به بهترین وجه در این بیش از نیم قرن پاسخ همه ضرورت‌های تاریخی را داده است. الان هم این کانون‌های شورشی تحت لوای این رهبریت هستند که زمزمه می‌کنند. آن را به گوش جان می‌شنویم. ما دوستدار حق و عدوی خیانتیم. خواهیم که بشنود همه عالم صدای ما. ما زیر بار زور ستمگر نمی رویم. زنجیر ظلم بشکند در دست و پای ما. درمان درد خویش نخواهیم از کسی. با دست ما علاج شود دردهای ما. ما قرنها به درد سیادت نموده ایم. فر و سیادت است کنون مدعای ما. ایران ما به همت ما زنده می شود. جاوید باد همت و شور و نوای ما. با خون به قلب پاک جوانان نوشتند ما از برای میهن و میهن برای ما. پیروز باشیم.